از این زبان بسته ها بپرسی از قیمت خود بیخبرند. تنها در 4 سال قیمتشان تقریبا 2 برابر شده. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، میانگین قیمت مرغ در مهر ماه 86 کیلویی 1900 تومان بوده. سال بعد اما شده 2900 تومان. قیمت مرغ مهر پارسال کمی فروکش کرد و شد 2250 تومان. بعضی از تحلیلگران گفتند این کاهش قیمت به دلیل رکود اقتصادی و تحولات سیاسی سال 88 بوده. اما امسال باز قیمت مرغ رفت بالا و به حدود کیلویی 3000 تومان رسید. البته این قیمت میانگین نیست که بانک مرکزی ایران اعلام کرده. از مردم کوچه و بازار بپرسی میگویند قیمت واقعی از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر است. قیمت گوشت این گوسفندها هم در 4 سال گذشته 2.5 برابر شده. به گفته یه بانک مرکزی گوشت گوسفند که 4 سال پیش کیلویی 7000 تومان بود، مهر امسال شد 17000 تومان. به طور میانگین تورم در 4 سال اخیر بیش از 16% بوده. سال 87 به 25% هم رسید. این در حالی است که بیشتر کالاها با یارانه عرضه می شده. حالا دولت تصمیم گرفته یارانه ها را حذف کند. رئیس جمهوری ایران می گوید با اجرای این قانون مشکلی پیش نمی آید. به اندازه کافی ذخیره کردیم مواد مورد نیاز مردم و اون مواد مهم که معمولا بازار رو تحت تاثیر قرار میده ذخیره شده به اندازه کافی. کالا هم که تو کشور الا ماشاءالله به اندازه 2 سال 3 سال مصرف کشور کالا تو کشوره. همین الان اینا گزارش های دقیق ما از وضع بازار و انبار در همه بخش ها، از اون که باید وارد بشه داره وارد میشه، اون که باید تولید کنه تولید میکنه. ملت داده است. البته همه به اندازه آقای احمدی نژاد خوشبین نیستند. 2 سال پیش همزمان با مطرح شدن حذف یارانه ها، خیلی ها درباره‌اش ابراز نظر و پیشبینی کردند. آن زمان احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت با حذف یارانه ها تورم 30% بیشتر می شود و با تورم 20% موجود می رسد به 50%. همان موقع رامین پاشایی‌فا معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران گفت میانگین تورم بعد از حذف یارانه‌ها بین 31 تا 37 درصد خواهد بود. اگر پیشبینی هر یک از این افراد درست از آب درآید، تورم از سالهای قبل بیشتر خواهد شد. هنوز نمی‌شود به طور مشخص گفت قیمت‌ها چقدر بالا می‌رود. فعلا تنها آقای احمدی نژاد می‌داند قیمت‌ها چقدر خواهد شد، اما اینکه قیمت‌های تازه چه تأثیری بر نرخ تورم خواهد گذاشت را همه خیلی زود خواهند فهمید. رعنا رحیم‌پور، بی بی سی.